تورا سیوالان باشه مراشای لدی آقو در ادامه بحث راه های تیغون اصلاح و جبرانی که برای مثلا حالا زلال و تالا یا مواردی که طهارت خانوادگی رو رعایت نکرده نیدا یا رابطه با زن غیر یا عرایوت مواردی که وجود داره هر ایزال برسای علم بزرگ گسترده که داره برای هر مورد تیغونای خاصی مشخص کرده که گذرچه حالا از که پشیمون شد و ابراز ندامت میکنه برای هر کدوم از این گناه ها تهنیت های متعددی باید بگیره خودشو عذاب بده در ریاضت قرار بده که امروزه به صورت معمول برای بسیار از افراد امکان پذیر نیست که این هم به تعداد تهنیت هایی که حالا برای بعض از گناه ها بعض وقت حتی به 300 تا بالای 300 تا تهنیت میرسه برای دیگه انجام بدن امکان پذیر نیست. این هست که در دوره های بعدی بزرگان رای دیگه رو پیشنهاد دادن، از جمله کتابچه هست که اینجا حالا سرم زحمت کشتن چاپش کردن از منابع مختلف تحت عنوان تیغون حی صوت هست، اصلاح اساس و پایه اساسی که مورد تایید بسیار از بزرگان دوره هم بوده که فردی که حالا پشیمون شده از اون اشتباهاتی که انجام داده باید داره میقوه و تویلا بکنه نسبت به حالا اگر چندی مورد بوده زرال و اطالا بوده مثلا نیدا بوده مثلا دو سری تویلا بکنه به تعداد اون مواردی که اشتباه کرده تو زمین های مختلف تویلا انجام میده و بر خودش از قبل از اون یه تهنیتی مثل تهنیت کیپور که از امروز قبل از غروب شروع میشه تا فردا بعد از تاریک شدن هوا قبول میکنه. در روز تهنیت بعد به تعداد حالا اون تهنیت هایی که حالی مشخص کرده بوده اون بقیه اونها رو موارد رو بازخرید بکنه که پول اون رو به صدقا داده بشه به نعنیم یازمنده تقسیم بشه یا در راهی که حالا همچه طورا سزینه بشه. به عنوان مثال اگر 200 تهنیت مشخص شده علاوه از اینه که خوراک روزانه است و باید در نظر گرفت اون میزان پول رو به عنوان گفتیم زمینه خیر صدقه جدا میکنه. ویدیوی خاصی خونده میشه که متنش اینجا وجود داره در واقع ابراز ندامت هست و درخواست بخشش از پیشگاه خداوند هست که او رو مورد بخشش قرار بده و این جنبه ای که در واقع به وسیله گناه به نشانه‌های خودش پیغام وارد کرده این از بین بره، چون که همونطور که روال کلی تشوه همونطور که قبلا هم گفتیم خب پشیمون شدن هست، اینکه انسان مده به عذر دست از گناه بکشه اقرار بکنه، اینها اساس اصلی تشوه است که حداقل نمره ده قبولی تشوه رو برای انسان فراهم میکنه. اما که تشواش عالی تر باشه و به نمره 20 برسه مثلا شرایط دیگه هست که حالا نه از روی اجبار بلکه از روی عشق به خدا تشوا کرده باشه، این که نگران باشه نسبت به اون اشتباهی که انجام داده، این حالت اختیار برای آدم ایجاد میکنه که از این بعد مراقب باشه دوباره مرتکب گناه نشه، نسبت به گذشتهش نادم باشه و اصدار که مبادا تا حالا تشوهی که انجام داده کامل نیست. اینا رو به صورت مفصل ربنو یونا رونا گروندی در شهر تشوها تیه 20 مرحله برای که برسه به یه تشوهای بسیار عالی بیان میکنه و یکی از اونها جبران اون خطاست. جبران گناه هم تو همون زمینه ایست که آدم اشتباه کرده به صورت معمول
خوندن قوانین اون موردی است که اشتباه کرده، هلاخه ها، قوانین چارچوب هاش که اطلاع داشته باشه، از اون بعد به دقت رعایت بکنه، به دیگران آموزش بده، دیگران از مسیح دور بکنه. اگه مواردی که در ارتباط با انسان انسان هست، مسلما باید بره اگه ضرر مالی رسونده ضرر مالی رو جبران بکنه، میلایی به طلبه. اینا چارچوبای کلی جبران اون خطاست. توی زمینه هم به همین شکل هست و حالا بعد که ویدیوی خوند و به این شکل تحنیتش رو کامل کرد و بقیه تحنیت هم رو بازخرید کرده، این باعث نه تنها بخش گناه میشه بلکه تیقونه اون هم اصلاح و جبران اون هم موثره که در واقع اثری از اون گناه در وجود انسان باقی نمونه. چرا که همونطور که مقوبالیم توضیح میدن، انسانی که خطا گناه میکنه گذشته از این که فرشته بدگویی ایجاد میکنه و همون عضوی که خطا کرده خدشه ای وارد میشه. حالا با چشم معمولی قابل رؤیت نیست، مگر کسی که چشم بصیرتی از جانب چشم داره. اگر آسوشان با این دستش خطا کرده در واقع هست، کسی هم که حالا با اوتبر قدش خطا کرده در واقع به اونجا پیغامی معنوی وارد شده که به وسیله این راهکار و تیغونی که وجود داره اون پیغام هم دیگه از بین میره. در واقع میگن خدا لطف میکنه وقتی که تشوه کامل باشه انسان میرسونه مرحله قبل از خطا، مثل که آدم اصلا خطایی نداشته. تو ویعور هم که ما میخونیم دو بار یودکه واکه پشت سر هم گفته شده، رشیدان هم اونجا نگاه بکنید، یودکه واکه خصلت رحمت هست برای که فرد قبل از که خطا بکنه. اپسیقی داره بعد دوباره یودکه واکه دوم که خدا باز رحیمه برای کسی که بعد میگرده و تشوها میکنه، وقتی که تشوهاش کامل و درست باشه از چه پاک میکنه، اصلا سوء سابقه مثل که دیگه وجود نداشته. در مقایسه با رفتار انسانی اگه در نظر بگیرید، اگر ما از فردی لطف داشتیم، احسان داشتیم، بهش کمک کردیم، بعد کار اشتباهی از سر بزنه، بی‌احترامی بکنه، توهینی بکنه، هرچند بعدم بیا معذرت خواهی بکنه ما بگیم بخشیدیم، معمولا ته ذهن آدم باقی موده که این آدمه یه روزی فلان کار رو کرد. ولی هشم این سوء سابقه رو کامل پاکش میکنه، میشه به شما آدم قبل از خطا. این لطف هشم هست. و الان تو همین کتاب شهادت ها مرده را آورده از مثلا شاگرد عرب بینشقش بیودا فتایا که پیرمردی خدمتیشون میاد گناه بسیار سنگینی انجام داده بوده، از گناهی که در طور با عرایوت هست و درخواست تشوه میکنه، سواد چندانی نداشته فلان آهارا، و همین راهکار رو بهش میگه، یه تبیلا میکنه. حالا تو اون زمین گناهه دو تا اشتباه انجام داده بوده، چون بعض وقتا فرد ممکنه یک عمل انجام داده باشه اما از چندین فرمان نهی تورا گذشته. حالا اینجا بحث اون میره میخواب جا بازش کنم، اما فکر کنیم مثلا کسی که رابطه با زن غیری داشته خود با همون یک گناه، مسئله نیداییش یک گناه اضافه محسوب میشه و موارد دیگه که هست. اگر زن شوهردار بوده گناه بسیار سنگین‌تری باز اضافه میشه. یعنی با یک عمل ممکنه همزمان چندین آبون انجام داده باشه که نسبت به همه اونها باید تشوبه بکنه، که گفتیم به تعداد اون گناه ها باید تبیلا بکنه، نسبت به اونها رو باید سوال بکنه چند تا تبیلا لازم هست، نسبت به تعداد اونها تحنیت هایی که باید بازخرید بکنه به اون شکل بازخرید بکنه. به هر حال آرام راهکار بهش نشون میده، میگه خب فردا بیا پول صداقه هم رو بیا که به تعداد تحنیت بوده، پول رو میاره. حالا بلد نبوده طرف خودش خونه، کلمه کلمه بهش میگه، ویدیویه رو میخونه، براش توضیح میده. و حالا چون میشناخته اون پیر مردم رو که خودش هم وضع مالی خوبی نداره، پرسه پول رو از کجا آوردی، پول رو قرض گرفته بود از این مرد، میگه بیا تو پول آوردی برای صداقه، من اینو از طرف صداقه به خودت میدم، تو خودت نیازمند هستی، برو به طلبکارات پس بده. یعنی حتی جمع مالیش هم حقیقتا طرف با همه دونش رفته بوده پول جمع کرده بوده که
متحد برگردوندن اون بوده، اما خب حالا با این شنبه لطفا بهش میکنه، صداقه رو به خودش برمیگردونه، طرف سنتشو کامل میکنه و از اون بعد هم رعایت میکنه. بعدا که دو سال بعدش مثلا طرف فوت میکنه، تو خواب حالا میبینه که به دین معلقه که تشکیل شده و نسبت به اون گناهی که حالا تشبه کرده حتی یاداوری نمی کنن. یعنی گناه معف شده و پاک شده است. حالا یودا فتایی یکی از بزرگان و صدرین بودن که حالا کتاب هم دارم این هدیه بودا و خدا را و هدیه در مورد ایشون شهاده بودن که علم و سواد ایشون و قامیه هایی که ایشون می نوشته ردخور نداشته. منظوری که این تیغونی که گفته شده یه تیغونی است که اثبات شده، امتحان شده و صحیح هست، هست وجود داره. مسلماً این نیست که آدم ممکنه با تهنید گرفتن، با صدقه دادن، با اینها به این شکل خوش و پاک کرده باشه، اما بعد راهکاری هم در نظر بگیره که از این به بعد هم دوباره این گناه تکرار نشه. آدمی که تشوها کرده تو همه زمین ها هر روزه باید به فکر تشوها باشه. البته که تو علاقه هم هست، آدم اگه گناهی کرده و یا تشوها کرده روز کیپورش که در پیش داره ویدوی میخونه فلان اینا، باز هر کیپور باید اونو یادآوری کنه شاید اون حدی که لازم بوده نشده. این در واقع بی حالت آماده باش برای آدم ایجاد میکنه، مثل سربازی که یک بار سر نگهبانی خوابش برده و آسیبی وارد شده، خب پشیمونه فلانه، اما هر بار برای خودش یادآوری میکنه که مبادا امشبم خوابم برام، بیدار باش، خوش و بیدار نگه میداره. به همین خاطر همون جنبه‌ای که قبلا هم گفتی فقط خلاصه یادآوری میکنیم اینه که برای مسئله جبران ضرر و بطالا اگر فرد هنوز ازدواج نکرده بعد به دنبال شرایط امکانات باشه که از زودتر ازدواج کنه. متاسفانه خب شرایط ازدواج سخت شده، مشکلات اقتصادی هست، اما از خیلی از مواردش هم زیاده خواهی هست، چشم همچشمی هست، شرایطی که از اول زندگی همه چی در اختیار باشه که اینا زیاد بهانه قابل قبول نیست. ما توی خود تنخ میخونیم و توضیح که در گمارا داده میشه یکی از پادشاهان بسیار صادق جامعه اسرائیل حزقیاس، حزقیا ملک از نسل داوید ملک، در بسیار از جنبه ها شبیه و مشابه با داوید ملک سنجیده شده، ولی پادشاه بسیار صادق حاسدی هست، اهل توراست، چقدر آموزش تورا گسترش میده، اما چون تو روح قدش دیده که فرزندانی که ازش به عمر میان فرزندان خوبی نخواهم بود ازدواج نکرده، داستان رو بارا شنیدی، بیمار میشه، رو به موت، خدای یشعیا نبی رو میفرسته سراغش و اینکه بهش بشارت میده که آقا تو میمیری و زنده نمیشی، یعنی علام عبا نداری، تیاتم اتیم شامل آره نمیشه و اون نگران که چرا، و میگه خب چون تو اولین فرمان تورا رو که مبنی بر ازدواج و پیریاری بیا آزاد و ولد هست اجرا نکردی. میگه من چنین چیزی دیدم و جواب این است که بعد کفش رحمان الله مرا تو چیکار به اسرار الهی داری، تو وظیفه بعد میثات انجام بدی، سعی تلاشو بکنی در تربیت درست فرزندا، اگر تو تلاش تو کردی دیگه مسئولیتی گردن تو نیست. یعنی آدم صادقی که گناه هم نکرده با این حال چون میثا رو کامل انجام نداده چنین شرایطی براش هست دیگه. حالا اون مورد رو باید سنجید. این یک جنبه هست، جنبه نگهداری از زبون رو گفتیم، مراقبت چشما رو قبلا هم دقت گفتیم. یه نکته بسیار مهمه دیگه مسئله کسی که گناه میکنه به خصوص مسئله کارهای مرافی فرد، قداست خودش رو از دست میده تو جنبه هایی که کمک میکنه به رسیدن به قداست، به خصوص شبات قدش، رعایت شبات، نکته سنجی هاش، حتی جنبه هایی که لذت شبات هست. آدم سعی میکنه بهترین غذا خوراکی تدارک ببینه برای شبات و به دیگرانی هم که ندارن کمک بکنه که اونا هم تو شادی شبات سعیم باشن. وقتی که نیتش اجرای دستور خداست، همین هم به انسان قداست باشه. صد البته وقتی که آدم دقت میکنه سور مرا از اون جنبه هایی که کارهایی که نباید انجام بده، سیونو کار ممنوع در شبات هست، پرهیز بکنه، دوری بکنه که چقدر به انسان قداست باشه. و نکته آخر مسئله مخارج در صورت خوراکی های آسوره. تو تورات مقدس نگاه بکنیم وقتی که تورا میاد مسئله حلال و حرام خوراکی ها رو میگه، طهارت و پاکی و فلان میگه، نهایتا جمع اونا رو جمع میبنده ویت قیسم ویتم قدوشی که اینها رعایت پاکی و طهارت از نظر ازدواج،
رابطه‌ای که حالا مسئله نیدایی، محارم، جنبه‌های دیگه و رعایت این مواد خوراکی، چه چیزی آسوره چه چیزی آسور نیست. خیلی سر ممکن آدم حواس داشته باشه، دوست داشته باشه بخوره، ولی آدم باید دقت کنه، بسنجه، مطمئن باشه که اون جنبه مجاز کاشر هست، استفاده بکنه و حتی تو اون جنبهش هم راه رسیدن به قداست قد شسمخا به مطالاخه که آدم تو جنبه‌هایی که براش حلال و مجازم هست برای خودش حریم نگه داره، بسنجه. جنبه‌بندی کلی این هست که آدم تو زندگیش بزرگترین مسئولیتی که داره تمرین ترمز کردنه، کجا باید استوب بکنه، کجا نبینه، کجا نشنوه، کجا حرف نزنه، کجا دانشمنده نخوره. این سورمه را اجتناب کردن از بدی اولین مسئولیت و مهمترینه. خطرناکترین رانندگی سوار شدن ماشینی است که ترمز نداره. اگه چراغ راهنما نداره، نمیدونم فرمونش تنظیم نیست، مشکلات دیگه فنی داره، شاید فرد بتونه با زرنگی خودش رو نجات بده، اما اگه ترمز نداره هم خودش هم دیگران رو نابود میکنه. همینطور تو زندگی خود آدم هست. این جنبه‌ای که آدم رعایت بکنه و انشاءالله که با تشویقی که آدم برانگیخته شده توی این ایام سعی میکنه که تشویق بکنه. این کتابچه هم که خدمت گفتم تو از آقای ایمانوئل ملکان مراجعه کنید، هست، راهنمایی هم میکنن چجور آدم باید تنیس بگیره تشویق بکنه. این تشویقی که میکنه و استمرار میده و رعایت میکنه که خودشو قادش نگه داره، میشه اون جنبه کباری تر مثل اوتو. آدم یه مقدار زمان میکشه تو این دنیا خودشو قادش میکنه و قداست بزرگی که خداوند به حساب بخشه هم تو این دنیا هم در اولان بابا که انشالله ما هم به درستی به اون آیه بشیم.